دامنه پیامدهای بحران سوخت در انگلیس گسترده تر شده. کمبود سوخت، بهای آن و هزینه های حمل و نقل رو در انگلیس به طور کم سابقه ای افزایش داده و به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسونده. پیدا کردن سوخت به رغم صرف وقت زیاد به دغدغه اصلی دارندگان خودرو در این کشور مبدل شده. تا حالا به 9 تا پمپ بنزین سر زدم. این دهمیه که تو صف وای میسم. اما صف طولانیه. احتمالاً باز هم سوخت به ما نمیرسه. هجوم مردم شرایط رو بدتر کرده. دولت هم نشون داده کشور رو برای این شرایط آماده نکرده. من به 4 تا پمپ بنزین مراجعه کردم اما سوخت نداشتن. حالا از کجا باید بنزین پیدا کنم؟ با که ماشینم خالی شده. دولت انگلیس کمبود رانندگی تانکرهای سوخت رسان را عامل اصلی بروز این بحران دانسته و تلویحاً از اتحادیه اروپا کمک خواسته. اما اعضای این اتحادیه که جشن دولت انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا را از یاد نبردند، به جای کمک به شماتت و تمسخر انگلیس پرداختند. ما برای برطرف کردن افتضاحی که انگلیسی‌ها برای خودشان پدید آوردند با آن کشور نخواهیم رفت. بحران سوخت بالاجبار انگیزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش داده است و بسیاری از ایستگاه‌های اتوبوس شهری را دچار ازدحام جمعیت کرده، شرایطی که مردم را مجبور کرده به رغم هشدارهای کرونایی بدون رعایت فاصله اجتماعی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد فقط در 1 ماه اخیر بیش از 1 میلیون نفر بر شمار مبتلایان قطعی به کرونا در این کشور افزوده شده و انگلیس را دوباره به 4مین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در جهان مبدل کرده. هشدارها درباره پیامدهای بحران سوخت در انگلیس افزایش یافته است. انجمن جایگاهداران سوخت در انگلیس اعلام کرده 2/3 از 5500 جایگاه سوخت در این کشور سوخت ندارن و سوخت بقیه هم رو به اتمامه. هشداری که بقیه کارشناسان اگر هرچه سریعتر به اون توجه نشه پیامدهای اقتصادی گسترده تری به بار خواهد آورد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.